آرژانتین این روزها صحنه حرکت‌های اعتراضی عمدتاً زنان به نابرابری‌ها و خشونت‌های جنسیتی است. جنبشی فمینیستی که از 2 سال پیش با شعار نی اونا منوس به معنای حتی یک زن هم نباید آزار ببیند فعالیت می‌کند و روز گذشته هواداران این جنبش فمینیستی با راهپیمایی در بوئنوس آیرس بار دیگر زنان را به مبارزه برای حفظ حقوقشان فراخواندند. پروانه هدایت و جزئیات بیشتر این باره. معترضان با خود تابلوها و پلاکاردهایی را حمل می کردند که بر آنها شعارها و جملاتی در محکوم کردن عملکردها و رفتارهای خشونت‌آمیزی نوشته شده بود که در عصر مدرن هنوز و همچنان علیه زنان اعمال می شود. در این سالها آگاهی های اجتماعی بیشتر شده. زنان از طیف های بیشتری در اجتماع به این جنبش پیوستند. اما اونچه تغییر نکرده بی تفاوتی و بی اعتنایی دولت های قبلی و فعلی به دادخواهی زنانه. به این دلیل این حرکت ها هم هنوز ادامه داره. جنبش در بیانیه اعتراضی خود که در مقابل پارلمان آرژانتین توسط اعضای آن قرائت شد میگوید روزی نیست که در آن اندوه و سوگواری نباشد. به رغم استمرار مبارزات ما، خشونت همچنان در حال رشد است. ما باید به مبارزه ادامه بدهیم. جنبش نیونامنوس خواستار آموزش جوانان علیه نابرابری های جنسیتی و قانونی کردن سقط جنین همراه با مراقبت های بهداشتی و امن است. این جنبش که 2 سال پیش در واکنش به قتل یک دختر نوجوان شکل گرفت، اکنون از مرزهای آرژانتین گذشته و به جنبشی بین المللی تبدیل شده است. زنانی که در خانه با خشونت با آنها رفتار می شود بدانند که تنها نیستند و تشویق می شوند که قدم اول رو بردارند و خودشون رو از این وضعیت رها کنند. این بخشی از تحول فرهنگی است که باید صورت بگیرد. دادگاه عالی آرژانتین هفته پیش تلفات ناشی از خشونت‌های جنسیتی در سال گذشته در آن کشور را در میان زنان 254 نفر اعلام کرد. این آمار نشان می‌دهد سال پیش در آرژانتین در هر 35 ساعت یک زن جان خود را از دست داده است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.